امید شکری، محقق ارشد دانشگاه جورج میسون و استراتژیست انرژی از واشنگتن همراه ما هستن. آقای شکری، برداشت شما از وضعیت مالی و سود امسال آرامکو چه هستش؟ با سلام حضور شما و بینندگان محترم تلویزیون ایران اینترنشنال، باید اشاره بکنم که در سال 2022 کل درآمد آرامکو 550 میلیارد دلار بود که از این میزان 160 میلیارد دلار سود خالص نصیب آرامکو و سهامدارانش شد. در سال 2023 همونطور که شما اشاره کردید، درآمد آرامکو 440 میلیارد دلار و سودش در حدود 120 میلیارد دلار بود که باید اشاره بکنم که مجموع عوامل متعددی دست به دست هم دادن که بین سود 2022 و 2023 ما شاهد چنین افتی باشیم. عربستان در دو سال اخیر سعی کرد که با کاهش داوطلبانه قیمت نفت و تقلیل سایر کشورهای عضو اوپک پلاس سعی بکنه که باعث کاهش بیشتر قیمت نفت بشه. به اشتباه این طور برداشت میشد که عربستان سعی میکنه که با کاهش داوطلبانه قیمت نفت افزایش بده، ولی در سیاست اصلی آرامکو و دولت عربستان این بود که قیمت نفت بیش از این افت نکنه و تاکنون فکر کنم تونسته که به این هدف خودش برسه. با توجه به اینکه در دو سال گذشته و پس از بحران کرونا قیمت نفت کاهشی شد، میشه انتظار داشت که سود آرامکو هم دچار نوسان بشه، ولی با توجه به همه عوامل و اینکه آرامکو سعی کرده که در بخش بالادستی و پایین دستی نفت سرمایه گذاری بکنه، در بخش پتروشیمی سرمایه گذاری زیادی کرده، در زیر ساخت انرژی از هندوستان تا چین و کره جنوبی سرمایه گذاری کرده که بتونه در دوران بازار انرژی هم سهم خودش رو در بازار جهانی حفظ بکنه و هم بتونه سود بیشتری نسبت به خودش و سهامداران خودش بکنه، و همین که با مشارکت شرکت‌های آمریکایی ذخایر گاز شیل عربستان در میدان عجفرا با سهامداری بیشتر آرامکو در حال بهره برداری هستش که با توجه به پیشرفت پروژه میشه انتظار داشت که در سال‌های آینده آرامکو به صنعت گاز طبیعی و الینجی وارد بشه و آرامکو بتونه در بازار جهانی الینجی که در حال حاضر سهمش داره به نفت میرسه و از نفت بیشتر میشه، بتونه در بازار الینجی نقش ایفا بکنه. و آخرین تحولات آرامکو رو باید اشاره بکنم که دو روز پیش به همراه شرکت ادنوک امارات درخواست سرمایه گذاری در پروژه های انرژی آمریکا را مطرح کردند. در ماه ژانویه دولت بایدن مجوز پروژه های جدید انرژی آمریکا را فعلا معلق کرد، ولی آرامکو به صورت مستمر در حال ارزیابی سرمایه گذاری در پروژه های انرژی آمریکا هستش که بتونه هم خودش تولید کننده باشه و هم بتونه از قبل سرمایه گذاری در زیر ساخت انرژی آمریکا هم در بازار جهانی انرژی از طریق آمریکا هم نقش ایفا بکنه. به نظر میاد که مدیران آرامکو خودشون رو برای پروسه گذار انرژی آماده کردن و سعی میکنن که هم نقش آرامکو در بازار جهانی حفظ بشه و هم با توجه به وابستگی بیش از حد به عربستان و سایر کشورهای نفتی به درآمد نفت بتونه در دوران گذار انرژی اقتصاد عربستان رو سرازمان بده و سود بیشتری هم نصیب خودش بکنه و هم نصیب سهامداران خودش که در گذار انرژی دچار خسارت و زیان مالی نشه. آقای شکری، وقت کوتاهی داریم، جایگاه آرامکو در بازار جهانی نفت رو شما چطور می‌بینید؟ بله، همونطور که اشاره کردم در حال حاضر بزرگترین تولید کننده نفت جهان هستش و سعی کرده که همیشه با سیاستی مبتنی بر دینامیک‌های بازار جهانی انرژی هم منافع ملی عربستان تامین بشه و همین که سهام این شرکت در بازار دچار خدشه نشه و بتونه جایگاه خودش رو به عنوان مهمترین عامل مؤثر در سیاست خارجی عربستان در بازار جهانی انرژی و بازار منطقه انرژی حفظ بکنه. و همونطور که اشاره کردم، تنوع بخشی به بازار، تنوع بخشی به مسیرهای صادرات انرژی، تنوع بخشی به مسیرهای درآمد از طریق افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت انرژی کشورهای مصرف کننده مثل هند و چین و همچنین توجه به نوآوری در صنعت انرژی و به ویژه پتروشیمی گاز طبیعی نشون میده که نقش آرامکو در بازار جهانی انرژی و ویژه نفت در آینده هم همچنان مهم و حیاتی خواهد بود. بله، سپاس از شما امید شکری، محقق ارشد دانشگاه جورج میسون و استراتژیست انرژی از واشنگتن همراه ما بودید.